در زمینه کرونا هم این نکته رو من بگم که در برخی از رسانه ها اظهار نگرانی شده. ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن. سایه روشن واکسن کرونا در ایران، اعتماد به نفس دولت، شک و تردید مردم. درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای دسترسی فوری مردم ایران به واکسن. با یک وکیل حقوق بشر صحبت می‌کنیم. چه دست‌هایی مانع رسیدن واکسن کرونا به ایران می‌شوند؟ این سوالمان از مهمانان برنامه امشب است. در ادامه برنامه امشب، بازداشت در داخل، استرداد از خارج. پلیس ایران میگوید 12 نفر از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی را گرفته. آیا با این گونه اقدامات چه این سایت‌هایی از رونق می‌افتند؟ هر روز ژورنالیست‌ها متأسفانه هدف قرار می‌گیرند. حالا این جای مدنی در خطر هستند. ترور رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل، محمد یوسف رشید، با شلیک مهاجمان ناشناس از پا درآمد. همه شب ها بی تو چو مرغ غم زده خاموشم. و چالش های خواننده ایرانی کوچ کرده از وطن برای ادامه کار در کانادا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران میگوید مراحل ساخت واکسن کرونا را در داخل شروع کرده. با اینکه آزمایش ها وارد فاز انسانی شده، هنوز هیچ اطلاعات تخصصی یا مدارک علمی از موفقیت در مراحل اولیه آزمایش منتشر نشده. همزمان چند سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواستند که اطمینان دهد مردم ایران به سرعت به واکسن های ایمن و مقرون به صرفه کرونا دسترسی پیدا می کنند. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، به جای تأمین همه واکسن‌های مورد نیاز خود از شرکت‌های بزرگ، به سراغ ساخت واکسن داخلی هم رفته. آیا تحریم ایران را به این سمت سوق داده یا این نتیجه سوء مدیریت مسئولان ایرانی است؟ امشب در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از آنایتا شمس. در زمینه کرونا هم این نکته رو من بگم که در برخی از رسانه‌ها اظهار نگرانی شده. ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن فرق نمی کنه. با افتخار میخوام اعلام بکنم این واکسن کووید 19 مدتی پیش که خبر تلاش برای ساخت واکسن کرونا در ایران مطرح شد، بسیاری از ناظران سوالهایی در این مورد مطرح کردند. اینکه آیا ایران سابقه، توان و مهارت ساختن و تولید انبوه چنین واکسنی را دارد؟ این در حالی است که بسیاری از کشورهای ثروتمند و صاحب علم هم ترجیح دادند به جای تولید در داخل، واکسن را از خارج بخرند. مقامات ایران میگفتند باید بر تولید داخلی تکیه کنیم، چرا که تحریم‌های آمریکا و مشکلات بانکی کار خرید واکسن از کشورهای خارجی را دشوار کرده. اما با مجوز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا، به نظر می‌رسید مانع تحریم برای خرید واکسن رفع شده. اما حالا مقام‌های دولتی می‌گویند که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مانع از انتقال پول است. در ایران اعلام شده واکسن شرکت شفا فارمد در روزهای آینده وارد مرحله آزمایش انسانی می‌شود. تمامی شرکت‌های ساخت واکسن در دنیا نتایج آزمایش‌هاشون رو در مراحل مختلف در وبسایتشون و همینطور نشریات معتبر منتشر می‌کنن تا قابل سنجش و داوری باشه. اما شرکت شفا فارمد هنوز هیچ گزارش یا مقاله پژوهشی درباره ساخت واکسن کرونا منتشر نکرده. نتیجه اولیه آزمایش این واکسن بر روی حیوانات هم منتشر نشده. در صورتی که انتشار نتایج اولیه از نظر کارایی و بی‌خطر بودن پیش نیاز راهیابی واکسن به مرحله آزمایش انسانیه.
معلوم نیست چرا پژوهشگران شفا فارمد نیازی به انتشار این نتایج ندیدند. خیلی مهم هستش که نتایج علمی که در مورد واکسن به دست میادش رو به صورت خیلی شفاف بیان بیرون. ما تا به حال چیزی ندیدیم. تنها اطلاعی که من پیدا کردم از واکسنی که در ایران دارن درست میکنن این هستش که این یه واکسن ضعیف شده است. در واقع احتمالاً واکسن غیر فعال شده، یعنی خود ویروس رو گرفتن و غیر فعال کردن. نمونه این هم در چین دو تا شرکت زینوواک و زینوفارم درست کردن، یک آزمایش فاز یک و یک فاز دو هم در موردش انجام شده و نتایجش به طور نسبی بد نبوده، منتها اثر بخشیش رو هنوز هیچ کسی نمیدونه. برای اجزای ویروسی استفاده. چندی پیش دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتوی پاستور ایران گفته بود به دلیل نگرانی از تحریم هاست که درباره مشخصات واکسن کرونا اطلاع رسانی نمی کنند. اما کارشناسان احتمال وجود فناوری جدیدی برای ساخت واکسن که کشورهای غربی روی آن حساسیت داشته باشند را به کل رد کردند. برخی از کارشناسانی که ما با آنها حرف زدیم احتمال دادند که چین خط تولید واکسن سینوواک خود را در ایران راه اندازی کند و این واکسن با عنوان تولید شرکت شفا فارمد به بازار ایران عرضه شود. اما ایران تا چه اندازه توان تولید انبوه این واکسن با استانداردهای جهانی را دارد؟ در اون مقیاسی که الان جامعه ایران بهش احتیاج داره فکر نمی کنم داشته باشه. توجه بکنید که برای تولید هر نوع واکسنی یه سری تجهیزات متفاوتی احتیاج هست و این تجهیزات مقیاسش هم خیلی بزرگی. وقتی شما میخواید میلیون ها واکسن تولید بکنید، اما غیر ممکن نیست که بتونه با کمک مثلا یک کشور خارجی مثل چین این تجهیزات تو ایران درست بکنه. امکانش هست اما به این سرعت و سادگی نیست، چون که همراه با اون تجهیزات یه سری به اصطلاح نظام نظارتی لازم داره تولید واکسن. مثلا بهتون مثال میزنم، اگر تستا و سیستم کنترل کیفیت لازم وجود نداشته باشه که بفهمن با اطمینان بتونن بگن واکسنی که در نهایت درست شده استریل هست، شما تصور بکنید که واکسن آلوده باشه به یک باکتری، فرض کن این اینا رو اگه برن بزنن به مردم، خب اون خودش میتونه باعث یه عفونت دیگه ای بشه و یا ممکنه که ناخالصی های دیگه ای داشته باشه. اینها رو برای اینکه شما بتونید تست بکنید و به اصطلاح ترخیصش بکنید، این نظام رو باید جا انداخته باشید. کشورهای مثل چین، مثل آمریکا، کشورهای اروپایی دهه هاست این سیستم رو جا انداختن. در نتیجه وقتی که میخوان به اصطلاح به کارش ببرن برای تولید واکسنی با این اهمیت، چالش‌هاشون خیلی کمتره، تازه حتی برای اونها هم مشکله، تا در مقایسه با کشوری که الان میخواد جدیداً شروع کنه به واکسن ساختن. برخی میگویند اصرار به تولید داخلی واکسن کرونا در ایران گره خورده به لیست سیاه FATF. بعد از چند سال بحث در مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام، هنوز بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF دعواست و حالا این تصمیم گیری ممکن است سلامت مردم را مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. مهمترین مسئله در حال حاضر پیدا کردن راهی برای خرید واکسن خارجی و شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون جمعیت آسیب پذیر است. اگر نه، طبق گفته های مقامات تا ابتدای تابستان، یعنی 6 ماه دیگر که واکسن داخلی تولید شود، کرونا جان بسیاری را در ایران خواهد گرفت. آنایتا شمس، BBC. در وبسایت ما هم مطلبی با عنوان آیا ایران توانایی ساخت واکسن رو دارد منتشر شده، مطلبی تحقیقی از اون رو هم بخونید. اما برای بحث بیشتر در این مورد مانی مصطفی، وکیل حقوق بشر و مدیر گروه میان از آستین در ایالت تگزاس به ما پیوسته. از جمله فعالیت‌های گروه میان تمرکز بر تاثیر سیاست‌های بین‌المللی بر روی حقوق بشر هست. آقای مصطفی ممنون از وقتتون. چه شد که به این فکر افتادید که نامه بزنید به کشورهای ثروتمند جهان که در واقع واکسن رو تامین بکنند برای ایران؟ مرسی که منو دعوت کردین و متشکر هستم از همه اونایی که به ما ملحق میشن.
من در حوزه حقوق بشر بیش از 10 سال هست که فعالیت کردم، مخصوصا در زمینه حقوق بشر ایران. قوانین حقوق بشر میگوید تحریم‌های اقتصادی نباید تأثیر انسانی داشته باشند که چجوری غذا و امنیت به مردم برسه. طبیعتا ما همین مسائل رو دنبال میکنیم، و چه که ما الان دیدیم این بوده که تحریم‌های بین‌المللی باعث شدن شرایطی به وجود بیاد که نهادهای مالی که سرمایه‌های ایران رو در دست دارن در کره یا مثلا در اروپا به سختی این منابع مالی رو از ترس تحریم‌ها در اختیار ایران قرار میدن ولو کمک‌های بشردوستانه. بنابراین ما احساس وظیفه کردیم که جای موضوع صحبت بکنیم، برای که همه ما میدونیم در چارچوب بحث کرونا سوء مدیریت دولت ایران وضعیت رو در ایران تشدید کرده و چه بسا بدتر هم کرده، و الان تنها اون نور امید، دریچه امیدی که میشه در انتهای این تونل دید، تولید این واکسن هست که بتونه به این پاندمیک پایان بده. و طبیعتاً ما به عنوان فعالان حقوق بشر دوست داریم تسهیل بکنیم راه دستیابی ایران به این واکسن ها رو. بنابراین به سوء مدیریت مسئولان ایرانی هم اذعان دارید و از اون هم مطلع هستید. دقیقاً به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟ بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مثلا از اینکه کند اقدام کردن مقام‌های ایرانی در پیش خرید واکسن و مواجه شدن با مشکلاتی که امروز مواجه شدن، شاید بسیاری میگن باید ماها پیش راه حلی برای اونها پیدا میکردن. شما دیگه به چه چیزایی میتونید اشاره کنید؟ در بحث واکسن مقامات ایرانی با خیلی شفافیت نگفتند که چه کار کردند، که مثلا بگن از قبل چگونه اینها رو پیش خرید کردند. ولی من میدونم که مذاکراتی الان ماها هستش که مقامات ایرانی با کوواکس انجام داده. کاری که مقامات ایران کردند این هست که یک مسئله بسیار بزرگی رو، ببخشید یه ذره صدا داره از این پشت میاد، من واقعا از شما معذرت میخوام به مخاطبان شما، ولی اجازه بدید ادامه بدم. اما اون چه که بسیار روشن هست اینه که ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه مسئله رو جدی نگرفت، پیام منسجمی نداشت، و سیاستش در زمینه سلامت عمومی در بحث کرونا و شیوع اولیه‌اش مشکل داشت، به موقع قرنطینه نکردند. ولی الان به هر حال یک سال از شیوع ویروس گذشته و این واکسن ها هستن که میتونن ما رو نجات بدن از وقت از این دست این ویروس، و دولت ایران هم بخشی از مشکل هست هم بخشی از راه حل، برای اینکه بعد بتونه سعی بکنه که این واکسن به شکلی شفاف و مساوی به همه برسه. من به عنوان کسی که الان در یک کشور غربی نشستم، در آمریکا نشستم و جز یک گروه حقوق بشری هستم که در آمریکای شمالی هست، کاری که الان من میتونم بکنم اینه که بپردازم به موانعی که دولت ایران در برابر ایران قرار داده، چون من که الان نمیتونم راجع به سوء مدیریت در ایران بخوام صحبت بکنم. بنابراین کاری که ما الان میتونیم بکنیم اینه که موانع انتقال مالی و کمک مالی به ایران رو برای خرید این واکسن رو تسهیل بکنیم، اون موقع میتونیم به پایان این پاندمیک برسیم. برای همین هست که وقتی شما نگاه بکنید به این نامه‌ای که ما الان روز گذشته نوشتیم که 29 گروه مختلف حقوق بشری و صلح طلب نوشتند، اولین بار هست که سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشر در زمینه تحریم به طور مشترک نامه نوشتن، برای اینکه مسئله واقعا وجود داره، یک مسئله اخلاقی و یک مسئله حقوقی هست. وظیفه اخلاقی وظیفه حقوقی هستش که بتونیم تحریم ها رو لغو بکنیم، که بتونیم تسهیل بکنیم انتقال واکسن رو به ایران. این به این معنی نیستش که مقامات ایرانی نباید شفافیت نشون بدن در زمینه توزیع واکسن، و ما از مقامات ایرانی هم می‌خوایم که این کارو بکنن، اما به عنوان قدم اول مردم باید بتونن این واکسن رو بخرن، و برای همین تمرکز ما الان روی این مسئله است. ممنونم از وقت شما. مانی مصوفی، وکیل حقوق بشر و مدیر گروه میان. اما همونطور که از آقای مصوفی هم شنیدیم، تحریم و در مواردی سوء مدیریت مسئولان ایرانی مشکلاتی رو ایجاد کرده در تأمین واکسن. اما برای بحث بیشتر در این مورد، علی اکبر موسوی خونی، نماینده مجلس ششم ایران و فعال حقوق بشر از
مریلند به ما پیوسته و همینطور بهنام فولیپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پراگ در جمهوری چک. آقای موسوی، فکر می‌کنید شما چطور می‌بینید مسئله رو؟ چقدر از این مسئله به تحریم برمیگرده و چقدرش به سوء مدیریت؟ آقای موسوی، ما صدای شما رو نمیشنویم متاسفانه. تلاش من میوت بود، حواسم نبود. بله الان صداتون رو میشنویم، پس بفرمایید پاسختون رو. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان گرامی و مهمان گرامی. عرضم به شما که فکر میکنم هر دو مسئله وجود داره، این دو تا ریشه داره این مشکل، نه فقط برای واکسن، برای کل مشکلاتی که در طور مسائل بشر دوستانه هست، قضا حتی که هم سو مدیریت در داخل، بدون تردید مسائل مربوط به فساد متاسفانه فزاینده و حتی شاید بشه گفت سیستماتیک در داخل، این طرف هم تحریم ها، هر دو متاسفانه این مشکل رو ایجاد کرده و به نظر من میاد بایستی دیگه الان با وقتشه که این مسئله بهش جدی پرداخته بشه و حداقل اون چی که همونطوری که آقای مصطفی اشاره کردن، اون چی که چون ما الان دیگه در خارج از ایران هستیم و دسترسی داریم به کسانی که در واقع به عنوان مقیم اینجا به دولت مردای غربی و در عرصه بین الملل اون بخشی که مربوط به تحریما میشه، که این مسئله هم که گفتید که از نظر اخلاقی واقعا به اصطلاح برای ما مسئولیت داره، این رو بتونیم تلاش بکنیم در واقع حل بکنیم. تحریم ها بدون تردید برای ما مسجل شد. در من ظرف دو هفته گذاشتم که تو همین برنامه خدمت شما بودم، باز پیگیری هایی کردم، برای ما 100% شد که مسئله تحریم ها در بخش اوفک مسئله جدیه و اونم صرفا بحث انتقال ارز هست، حالا هر سورس پولی باشه که بخواد، تاکید میکنم به شکل رسمی قانونی، نه قاچاق، نه صرافی، نه شکلای دیگه‌ای که نمیشه اینا رو کنترل کرد یا شفافیت درش نیست که مردم و خود دولت همه بتونن کنترلش بکنن، ناظرین به شکل رسمی بتونن این پول‌ها رو منتقل بکنن مثلا به WHO سازمان بهداشت جهانی و اونها بتونن واکسن مثلا تهیه کنن، خریداری بکنن از سورس‌های مختلف، از کشورهای مختلف که از نظر علمی مورد تایید قرار گرفته، امریکا، در اروپا و حتی جای دیگه، و این رو بتونن در ایران به اصطلاح توضیح بکنن. پس این مسئله انتقال ارز در بطن مشکل هستش که بایستی حل بشه. پس به نظر میرسه که شما مسئله تحریم رو مسئله عمده‌ای میبینید در این میان. ببینیم آقای قلی‌پور نظر شما چه هست؟ چقدر فکر میکنید کدوم یکی از این دو مورد تاثیر بیشتری داشته؟ ببینید بازار دارو در ایران درگیر 4 مسئله اساسی و عمده هست: مافیا، قاچاق، تقلب و در مرحله آخر تحریم های بین المللی. به اعتقاد من بخش قابل توجهی از بحرانی که در حال حاضر در خصوص خرید واکسن کرونا در ایران بحثش پیش اومده، یک بخشش سیاسی هست که دولت آقای روحانی داره پیش میبره، یک بخشش ایدولوژیک و متوهمانه هست، به این معنا که اساساً در بعد ایدولوژیک و بحث توهمی که مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به واکسن‌های نوپا و نوپدید دارن اساساً یک نگاه بدبینانه هست. ما میدونیم که جمهوری اسلامی در همین فروردین ماه امسال گروه پزشکان بدون مرز فرانسه رو که وارد ایران شده بودن برای مقابله با بیماری کرونا اخراج میکنه. همین الان هم در برخی از شبکه‌های اجتماعی وابسته به در واقع حامیان حاکمیت در خصوص این واکسن بحثایی پیش اومده که این واکسن در واقع با هدف تاثیرگذاری روی ژن ایرانی داره در واقع ساخته شده. بحث‌های از این دست در تلویزیون اینا مطرح شد که این واکسن یا کرونا با هدف تاثیرگذاری بر ژن ایرانی تولید شد برای اینکه ژن ایرانی رو تحت تاثیر قرار بده. آقای خامنه‌ای هم در بخشی از سخن در واقع سخنرانی که داشت یک اشاراتی به این مسئله داشت. این یک بخش مشکل هست که به نظر من مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با دیده تردید به این مسئله و خرید واکسن نگاه میکنن تا باید احتمالاً اطمینان حاصل کنن که هیچ عوارضی نداره و واقعا در خدمت مقابله با این ویروس هست. موضوع دومی که من تمایل دارم در این موضوع در این خصوص مطرح کنم
ابزاری هستش که دولت آقای روحانی از بازار دارو و کمبود دارو در بود داخلی و بود خارجی داره ازش استفاده میکنه. به این معنا که در بود داخلی مخالفین برجام مذاکره و بحث تحریم ها رو داره به سمتی در واقع سوق میده، به این معنا که کمبود دارو یا کمبودهایی که ما الان در ایران باهاش مواجه هستیم به خاطر مخالفت هایی هستش که یا بیت رهبری یا جریان های مخالف برجام یا پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی ترتیب دادن و مخالف این قصه هستن. دولت آقای روحانی به نظر من نیم نگاهی به این موضوع کمبودها داره. آقای ربیعی، آقای مطهری و برخی از مقام‌های جمهوری، دولت آقای روحانی در این در واقع دو روز اخیر به صراحت اشاره کردند که به خاطر پیوند مشکلات گروه اقدام ویژه مالی که ایران همچنان بهش نپیوسته نتونستن این در واقع واکسن رو بخرن، که این یک در واقع ابزاری هست برای فشار به جریان‌های تندروی داخلی. از در بعد خارجی هم دولت آقای روحانی بعدش نمیاد که اعلام کنه به جامعه جهانی که تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که کمبود دارو و مرگ و میرهای بیماران در ایران علاوه بر کسانی که مبتلا به ویروس کرونا هستن به خصوص بیماران خاص در این سال‌ها افزایش پیدا کرده. بنابراین می‌فرمایید که دولت آقای روحانی داره از هر دو طرف استفاده می‌کنه، هم در داخل صحبت از FATF و نپیوستن به اون گروه اقدام ویژه مالی و در خارج از ایران بحث تحریم ها رو پیش میبره. آقای موسوی نظر شما چه است؟ من اتفاقا میخوام همینجا از آقای پولوپور از این عرض بکنم که خدمتشون یه سوال بکنم که چون مختیر اشاره کردن که بنده قبلا اشاره کردم و تو این بیانیه هم تمام افرادی که این امضا کردن آوردن، از خانم شیرین عبادی بگیر تا بنیاد برومن تا سازمان‌های دیگه‌ای که شناخته شده هستند در عرصه حقوق بشر این رو امضا کردن، این رو همه میدونن و میتونیم خیلی مفصل راجبش صحبت کنیم. فساد سیستماتیک در دارو و در خیلی چیزا دیگه تو ایران وجود داره و این مشکلات رو تو ایران تشدید کرده، درش هیچ تردیدی نیست. مسائل سیاسی هم که گفتن هم تو درسته، اما من سوالی که ایشون خیلی بهش نپرداختن و من فکر می‌کنم سوال مهمی هست، ما داشتیم راجع به اون صحبت می‌کردیم، مسئله تحریم هاست. من سوالم از جناب آقای قلی‌پور اینه که آیا هیچ مسئله تحریم ها در اون خاصی که نکته خاصی که اشاره کردین رسما و قانونا السی باز بکنن برای اینکه دارو واکسن الان بیاد، بانک مرکزی این رو میتونه انجام بده؟ قانونا با هیچ کشوری میتونه رسما این ترانزکشن صورت بگیره به خاطر اینکه تحریم وجود داره؟ حتی برای چیزایی که مثلا هیومانیتریان که از تحریم معافه طبق مثلا نامه رسمی آقای موسوی، ولی مقام های ایرانی خودشون امروز گفتن که مشکل FATF هست. ببین مقام های ایرانی، من داخلش به بحث های سیاسی هم خواهم پرداخت، ایشون فرمودن منم خواهم گفت، آقای مطهری نفاذی گفتن، راجع به اونم صحبت میکنیم. اما من از آقای قلی‌پور میخوام به عنوان کارشناس سوال بکنم در ارتباط با تحریم های امریکا برای انتقال و جابجایی ارز. مثلا فرض کنید که الان صحبتی که بانک مرکزی ادعا میکنه از کره جنوبی از اسست های ملت ایران پولش اونجا فریز شده، میخواد یه بخشیش رو، من 200 میلیون دلار من چقدر هست مجموعا برای 50 میلیون دوز حداقل برای ایران لازمه، حداقل بخوام یه مبلغش بردارن از اونجا میخوام بفرستن به کوواکس. مشکل اینجاست دیگه، الان به WHO بفرستن. آیا رسما بانک از ایران یا سیستم کره جنوبی رسما الان تحریم مانع این شده که مثلا این پول از اونجا نتونه بیاد به نه دست دست دولت ایران، دست سازمان بهداشت جهانی همون کوواکس؟ آیا تحریم اینجا مشکل داره یا نه؟ من اینو اگه این محل بحث رو روشن‌تر کنیم میتونم راجع به بخش دومی که نشد نکاتی که شما آقای قلی‌پور پاسخ بدم، چون من مثلا اشاره کردم که تحریم هم یکی از عوامله، من 4 تا عامل شمردم، تحریم هم یکی از عوامله، منتها بحثی که الان مطرح هست دولت آقای روحانی هم به طور صریح و شفاف مطرح کرد، بحث گروه اقدام ویژه مالی هستش که شخص آقای خامنه‌ای و تندروهای داخل ایران مخالف پیوستن به این موضوع هستند. من نفی نمی‌کنم در اینکه ایران در تولید در واردات دارو دچار مشکلاتی شده. تحقیقات رسمی که دولت ایران و نهادهای مطالعاتی در ایران منتشر کردن همگی داره نشون میده که بحث تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت دارو شده.
تا سال 1404 هم سناریوهای مختلفی نوشته شده و تقریبا تمام مطالعاتی که وزارت کار، وزارت در واقع بهداشت، وزارت کشور و نهادهای مرتبط انجام دادن تقریبا متفق القول بر این نکته پافشاری میکنن که موضوع تحریم داروها باعث گرانی داروها شده، که آخرین گزارش میگه که 90% قیمت داروها در ایران افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه 85% مواد اولیه‌ای که برای تولید داروها وارد میشه وارداتی هست و تلاطم‌های ارزی و مشکلات اقتصادی و البته تحریم‌ها باعث شده که این افزایش قیمت رو ما داشته باشیم. من تحریم‌ها رو نفی نمی‌کنم، اما ریشه های تحریم‌ها رو همونجور که دولت آقای روحانی هم و مقام‌های مطرح کردن برمیگرده به تیم تندرویی که در داخل ایران هست و مانع پیوستن ایران به در واقع این سازمان، در واقع گروه اقدام ویژه مالی هستش و این ریشه اساسی هستش که به نظر من دولت آقای روحانی دست کم در این مورد درست دیده قصه رو و با فشارهایی که در این تقریبا دو روز اخیر به طور علنی اعلام کرده تلاش میکنه که دست کم این مسئله رو برای همیشه در حوزه خرید واکسن کرونا تمومش کنه و مسئله پیوستن ایران به این گروه رو پایان بده. آقای موسوی، به نظر میسته که در چند هفته گذشته وقتی میخواستید این بیانیه رو صادر بکنید خیلی ریشه‌ای به دنبال چندین مشکل رفتید. خودتون واقعا در این چند هفته از نتیجه تحقیقاتتون چقدر نقش سیاست‌های دولت مردان ایرانی رو در این مسئله می‌بینید؟ چقدر سوء مدیریت رو می‌بینید؟ اگر کوتاه بفرمایید من می‌شه. بله، من خدمت شما عرض کنم که خیلی مثلا فرصتی پیش اومد که به خاطر همین مسئله یه مقدار عمیق‌تر مطالعه بکنم و تحقیق و با فکت و با صورت مستقیم بدون واسطه در واقع اطلاعات بیشتری رو در واقع به دست بیارم. حالا عرض خواهم کرد خدمتتون. بخشش رو من فکر کنم اولا تشکر می‌کنم از آقای قلی‌پور که قبول کردن صراحتا این رو مشخصا فرمودن که تحریم ها هم در ارتباط با کلیت مسئله دارو ورود چون خیلیش از خارج کشور میاد مشکله، همان که فرمودن گرونتر در میاد برای کسجیب مردم میره. این من واقعا ممنونم که اینو فرمودن، ولی میخوام برگردم به اون نقطه‌ای که همیشون فرمودن، همیشه سوالی که شما داشتید. در داخل ایران واقعا از نظر به اصطلاح این مسئله فساد سیستماتیک در بخش دارو همونطور که گفتن عنوان مافیا حداقل عنوان یکی میشه براش گذاشت و این مال جدید هم نیست. در زمانی هم که بنده در مجلس ششم نمیدونم 20 سال قبل شما حسابتون تو سال 2000 تا 2004 ما اونجا بودیم خدمت شما، اون موقع هم ازش به عنوان مافیا یاد میشد، ولی الان دیگه میشه گفت شاید چندین برابر شده حجم این و این وحشتناک مشکل شده. حتی تو مسئله که جهان مردم درش به اصطلاح وجود داره شما میبینید که بیشترین روز بیشترین به اصطلاح کیس ها و موضوعاتی هستش که متاسفانه در ایران مافیاها که وصلن به یک سری منابع قدرت هم هر کدومشون به صورت پک پک شده، یعنی گروه گروه در واقع این مسئله دارن. اما میخوام بگم که این مشکل وجود داره. FATF همونطور که ایشون هم اشاره کردن به درستی بحث محل منازعه دولت و مجلس قبلی با تشخیص مصلحت هست، امیدواریم که این مسئله حل بشه و آقای روحانی و کلن کل نظام آقای خامنه‌ای تصمیم درستی تو این زمینه بگیرن به خاطر منافع ملی. ولی ما میدونیم که آقای روحانی 6 ماه بیشتر وقت نداره، تا حالا وضعیتشون رو میدونیم که از نظر به اصطلاح بالانس قوا وضعیتشون در شرایط سختیه، ما نمیتونیم تضمین کنیم بسال. یعنی جان مردم رو ما نمیتونیم گروگان بگیریم بگیم که آقا فتح اگه امضا کردم پس این ور بیام تحریم رو حل بکنم. من عرضم اینه که تو مسئله حتی توهم هم که گفتم من قبول دارم که تو ایران هم یه عده متوهمم، رئیس جمهوری که بنده کشوری که هستم آقای ترامپ که حالا تا یک ماه دیگه در ریاست جمهوری هستن، ایشون هم در همین رابطه در واقع خیلی از مطالب متوهمانه رو رسما پشت تریبون توییت کردن راجع به همین بحث تحریم. حاضر نیستم ماسک رو جلوی علنی مثل عدال آقای خامنه‌ای که فکر کنم دو تا بیشتر حتی میزنن بیشتر سعی میکنن احتیاط بکنن. آقای خامنه‌ای رو من دیگه شما میدونید موزه ما در ارتباط با ایشون چه جوری هست در مجلس ششم نطق بنده هست و همینجام پای اون هستم، اما اینجا هم هست. ما اینا رو نمیتونیم مشکلات رو آقای قلی‌پور عزیز و دوستان عزیز کسانی که در ساکن خارج کشور میلیون ها ایرانی، این دست ما نیست. اما اون چیزی که همونطور که آقای مصطفی گفتن مانی گفت، اون چیزی که ما میتونیم اینجا کمک بکنیم و مؤثریم همین نکته که آقای ایشون فرمودن که تحریم وجود داره، ما میتونیم این رو حلش بکنیم. این هم مسئله نیست که وایستم آقای بایدن. آقای خویم ممنون از شما، اجازه بدید آقای قلی‌پور 30 ثانیه وقت داریم که شما صحبت های پایانی رو بفرمایید.
من در واقع موضوع من در این بحث بیشتر بحث دعواهای داخلی در ایران هستش. به نظر من موضوع کرونا به دعوای اساسی تری بین مخالفین گروه اقدام ویژه مالی و تحریم ها تبدیل شده و آقای روحانی همونطور که اشاره کردم تلاش میکنه که از این بحران ها برای حل مسئله هسته‌ای و برجام و حواشی که در این سالها تبدیل به متن برای جمهوری اسلامی شده در واقع ابزاری برای حل و فصلش بده کنه که باید منتظر بود در این 6 ماه آینده ببینیم که آقای روحانی این توان را خواهد داشت یا خیر. ممنونم از شما. به نام قلی‌پور، روزنامه‌نگار، و علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس شورای ایران. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، از دونالد ترامپ خواسته که پیش از ترک کاخ سفید جلوی بازگشت جو بایدن به برجام رو بگیره. او از رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا درخواست کرده که توافق هسته‌ای و همچنین پیمان اقلیمی پاریس رو برای رأی‌گیری به سنا تسلیم کنه. سناتور کروز بر این باور است که اگر برجام به عنوان معاهده به سنا فرستاده شود، نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد و راه بازگشت دولت بایدن به توافق مسدود می‌شود. دونالد ترامپ آمریکا را از دو توافق برجام و پاریس خارج کرد، اما آقای بایدن وعده داده که پس از انتقال قدرت دوباره آمریکا به اونها ملحق خواهد شد. اسکات لوکاس، استاد سیاست آمریکا در دانشگاه برمنگام، از همین شهر در بریتانیا با ما هست. آقای لوکاس، ممنون از وقتتون. آقای کروز، درخواستش منطقی هست به نظر شما یا نه؟ اصلا آیا چنین معاهده هایی باید به سنا بره یا نه؟ Well, it's very unconventional. باید بگم که خیلی غیر متعارفه، چون دونالد ترامپ در گذشته هیچ نشانه ای از این نشون نداده که میخواد توافق هسته‌ای رو تبدیل به یک معاهده کنه. در واقع او آمریکا رو از این توافق هسته‌ای خارج کرد. چیزی که اینجا شاهد هستیم یک مانور سیاسی است. اگر به فرض جو بایدن دوباره وارد مذاکره با ایران بشه برای اینکه دوباره وارد توافق هسته‌ای بشه در سال 2021، این یک ورود بلافاصله آمریکا نخواهد بود، برای اینکه آمریکایی‌ها خواستار تغییراتی هستند که اروپایی‌ها باید اون رو اعمال کنند. مثلا برنامه موشکی ایران رو میخوان وارد قضیه کنند و همینطور بخشی از مفاد توافق موجود رو هم میخوان تغییر بدن. این چیزی نیست که در چند هفته آینده بشه، ممکن بشه، ولی اینکه دونالد ترامپ بخواد پیشنهاد تد کروز رو بپذیره و بیاد و توافق فعلی رو به سنا ببره، این به این معنی نیست که تغییر خاصی ایجاد خواهد شد. این در واقع یک مصرف برای مخاطبان داخلی آمریکا داره و شاید فکر میکنن که با این حرکت کار رو برای ایران دشوار میکنن یا کار رو برای رئیس جمهور جدید در سال 2021 دشوار میکنن. سوال اساسی همین هست که چقدر اگر این اتفاق بیفته مشکل ممکن هست که کار برای رئیس جمهوری بعدی سخت بشه. آیا اون میتونه تغییری ایجاد بکنه در اون؟ Well, again, I think if this current stunt went through, اگر این حرکت فعلی نتیجه بده و واقعا سنا به این به اصطلاح معاهده رأی منفی بده، به تنهایی معنایی نداره، برای اینکه این به اصطلاح معاهده نیست که بایدن و تیم او به دنبالش خواهند بود در سال 2021. بایدن و تیم او به دنبال یک توافق هسته‌ای تغییر داده شده با 5+1 خواهند بود. از نظر ایران شاید به صورت نمادین کار دشوارتر بشه. ما میدونیم که مقاومت بسیار زیادی در حال حاضر هست در میان جمهوری‌خواهان، حتی در بین بعضی از دموکرات‌های محافظه‌کار و خیلی از اتاق فکرها، تینک تنک‌ها که مخالف بازگشت به توافق هسته‌ای هستند. و این بحث آمریکاست، بحث ایران هم هست. باید ببینیم که
چه بخش ها چه مؤلف های در داخل ایران مخالفت خواهند کرد و مقاومت خواهند کرد برای بازگشت در برابر بازگشت به برجام. بنابراین ممکنه که اونها بخوان یا شاید سناریویی باشیم که آمریکا مجبور بشه که اولین قدم رو برداره با برداشتن بعضی از تحریم ها. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم. اسکات لوکاس، استاد سیاست آمریکا در دانشگاه بیرمنگهام. پلیس ایران اعلام کرده که 10 هنرمند و ورزشکار به خاطر تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی بازداشت شدند. رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی پلیس فضای مجازی همچنین گفته که 2 نفر از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از خارج به ایران بازگردانده شدند. هویت آنها اعلام نشده. کاوه مشکات در گزارشش می‌گوید که معلوم نیست این اقدامات بتواند تأثیری در فعالیت این سایت‌ها داشته باشد. پر زرق و برق سایت هایی که با نشان دادن زندگی لوکس وعده برد آنچنانی به مخاطبان خود می دهند. این روزها حساسیت ها به این سایت ها زیاد شده. جایی برای پیش بینی بازی های مختلف از مسابقه های ورزشی گرفته تا پوکر و رولت. سایت هایی که پلیس ایران چند سالی است با بستن گروهی از آنها سعی در کنترل شرط بندی دارد. سایت هایی که به گفته پلیس عده‌ای از ورزشکاران و سلبریتی‌ها در تبلیغ برای آنها نقش داشتند. قریب 10 نفر دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی شده. یعنی 10 نفر از کسایی که ورزشکار بودند یا سلبریتی بودند و تبلیغ سایت‌های قمار می‌کردند. تبلیغ سایت‌های قمار می‌کردند، تحویل مراجع قضایی شدن و برای این افراد قرار قانونی صادر شده و تحت پیگرد قرار گرفتن. اینو بدونن که درسته فرایند استرداد و اعلان قرمز یک پروسه ای است که ذره زمانبر هست و زمانگیر هست، ولی خوشبختانه تا الان چندین فقره اعلان قرمز برای متهمین صادر شده. 2 نفر از متهمین و افرادی که تو این حوزه فعالیت میکردن استرداد شدن به داخل کشور. پیام صادقیان خوب میزنه، چه گولی زد. هنوز معلوم نیست چه تعداد از ورزشکاران و ستاره های دنیای موسیقی و سینما در سایت های شرط بندی فعال هستند. لینکشو گذاشتم بچه ها براتون، بکشید بالا بازی کنید. اما پیام صادقیان بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس یکی از فوتبالیست هایی است که چند وقتی است سایت شرط بندی راه انداخته. او که این روزها در ترکیه زندگی می‌کند، پارسال به دلیل راه اندازی سایت شرط بندی با حکم فدراسیون فوتبال 15 سال از فوتبال محروم شد. گردش مالی این سایت‌ها چندان مشخص نیست. صاحبانشان هم حاضر نیستند درباره آنها حرفی بزنند. بعضی می‌گویند این سایت‌ها فعالیت‌های مالی خود را از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند. اما پلیس ایران گفته که این سایت ها با روش کارت به کارت از سیستم بانکی داخل ایران استفاده می کنند. سایت های قمار رو بردن به پرداخت های کارت به کارت. پرداخت های کارت به کارت همین الان هم ما داریم باشون مبارزه می کنیم تو این حوزه. ولی پرداخت های کارت به کارت به چه شکل داره؟ به چه صورتی اتفاق می افته؟ ببینید من یه توضیح بدم، توی گزارشات هم الان این نمایش داده میشه. به این شکل هست که وقتی که فرد میخواد بیاد توی وبسایت قمار عضویت پیدا کنه یا حساب خودش را شارژ کنه، خودش با دست خودش شماره موبایل و اطلاعات کارت خودش رو در اختیار وبسایت قمار قرار میده. اونور وبسایت قمار میاد چه کار میکنه؟ اپی رو که الان پیش بینی شده شرکت‌ها دارن ارائه میکنن، دقیقاً میان چه کار میکنن؟ اپ پرداخت رو اجازه میدهن که وبسایت قمار براشون بالا بیاره و بعد از اینکه اپ در اختیار قرار میگیره، یک تیک کدی که نوشته شده، یک صفحه‌ای که به نمایش در میاد، شکل درگاه بانکی هست. ولی در حقیقت درگاه بانکی در حقیقت درگاه بانکی نیست. اون پشت داره چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً داره با سوء استفاده از یک سرویسی که برای خود مشتری فراهم شده، داره خودش سرویس رو در اختیار گرداننده وبسایت قمار قرار میده و اون گرداننده داره از این طریق اون بحث انتقال ریالی خودش رو داره انجام میده. کل سال اینجوری اسکورت به چرخه. اونایی که اینجا میدونن دولت امیدوار است که بتواند بسیاری از صاحبان این سایت های شرط بندی را که ساکن ترکیه هستند به ایران برگرداند. در همین یک هفته گذشته ماجرای دستگیری میلاد حاتمی در ترکیه خبرساز شد. او یکی از کسانی است که در عرصه قمار و کازینوی آنلاین فعالیت می‌کند.
او با انتشار این ویدیو گفته بود که پلیس ترکیه اسکورتش میکند. اما همین کار باعث شد پلیس دستگیرش کند و خبرهایی در مورد اقدام برای بازگرداندنش به ایران منتشر شد. ولی در نهایت معلوم شد که میلاد حاتمی آزاد شده و قرار نیست او را به ایران تحویل دهند. بانک مرکزی ایران اطلاعات 70,000 کاربر فعال ایرانی در سایت‌های شرط‌بندی را به قوه قضاییه فرستاده. ولی معلوم نیست که با این بگیر و ببندها دولت ایران چقدر میتواند جلوی شرط‌بندی آنلاین را بگیرد. پدیده‌ای که در چند سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته و تلویزیون ایران گفته گردش مالی میلیاردی دارد. ما 2100 تا سایت شرط‌بندی فارسی داریم که دارن فعالیت میکنن، 30 تا کانال تلگرامی، 10 ها صفحه اینستاگرام. تو سال گذشته خود پلیس فتح اعلام کرد که 200 تا از این سایت ها رو مسدود کردن که بیشتر گردونندگانش هم از سایت های مثل ترکیه بود. اکثر سایت ها با درگاه بانک مرکزی ایران هستن، فیلتر هم نیستن و اپلیکیشنشون هم بعضیشون هست توی اپ استور ایرانی. و 12,000 میلیارد تومان ارز به صورت قمار یا فیشینگ یا اتفاقاتی که توی این سایت ها میفته از کشور خارج میشه. بله این عددیه که اعلام شده. سایت های قمار و شرط بندی با مسدود شدن با دامنه های جدیدی دوباره شروع به فعالیت میکنند و به نظر میآید که با فروکش کردن موج دستگیری و بستن این سایت ها بار دیگر و به شکلی دیگر به فعالیت خود ادامه دهند. کاوه مشکات، بی بی سی. محمد یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صبح امروز به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. وزارت داخله گفته این حمله زمانی اتفاق افتاد که آقای رشید به دفتر کارش میرفت. ترور او واکنش های گسترده‌ای در داخل و خارج افغانستان داشته. نسیر نوا از کابل گزارش میده. هر روز ژورنالیست‌ها متأسفانه هدف قرار میگیرند. حالا اینجای مدنی در خطر هستند. اینال ای یک ازش ما که زیر خطر است. نمیدانست همین خطر در کمین صدای آزاد خودش نشسته. آخرین نشست خبری آقای رشید که از کشتار هدفمند اهل رسانه گله کرده. او که رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود، امروز در پایتخت ترور شد. آقای رشید در امی واسطه خودروی خونالود یوسف رشید نشان می‌دهد که وقتی به دفتر کارش می‌رفته، افراد مسلح به او و رانندهش در ناحیه هفتم شلیک کردند. هر دو زخمی شده و در بیمارستان جان باختند. آقای یوسف در 20 سال گذشته در عرصه دموکراسی و انتخابات آزاد فعالیت کرد. چهره ای آشنا که بارها در مقابل تقلب و عدم شفافیت در روند انتخابات اعتراض کرد. قتل او برای جامعه مدنی واکنش برانگیز بود. ارگ، شورای مصالحه، کمیسیون انتخابات و چهره های سیاسی نیز این حمله را محکوم و ابراز نگرانی کردند. صبح امروز نیز در ناحیه 12 یک خودروی پلیس هدف انفجار قرار گرفت. یک سرباز پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. پارلمان حالا با افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند از رئیس جمهوری خواسته که در مورد مسئولین امنیتی تجدید نظر کند. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نوشته بود که طالبان تصمیم گرفتند تا اعضای جامعه مدنی را هدف قرار دهند. طالبان اما در پیامی دست داشتن در قتل آقای رشید را رد کرده و گفته کاری به فعالان مدنی ندارد. گروهی که به باور بسیاری اهداف نرم و واکنش برانگیز هستند. فعالان رسانه‌ای و دیگر چهره‌های مطرح جامعه یک هدف آسان و پر سر و صدا به حساب می‌آید، حتی در مقایسه با حمله به چهره‌های نظامی یا سیاسی، چون ایجاد ارعاب و وحشتی که حملات غیر نظامی در بین مردم ایجاد می‌کند بیشتر است. حکومت از تامین امنیت و حتی تحقیق واقعی درباره از این حملات عاجز است و در غیاب معلومات واقعی احتمالات مختلفی مطرح می‌شود، از جمله‌ای که ممکن است طالبان واقعاً پشت این حملات باشند و هدفشان ایجاد وحشت بین مردم و نشان دادن ناکامی حکومت باشه، ولی این هم ممکن است که داعش ابزار جدید پاکستان برای حفظ نفوذش در افغانستان باشه.
کابل در این روزها شاهد انفجارهای خونینی بوده. روز گذشته در حمله به خودروی پزشکان زندان پل چرخی کابل 5 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. یک روز قبل از آن در حمله به کارمان یک نماینده مجلس 10 نفر کشته و 52 نفر زخمی شدند. در کمتر از 2 ماه گذشته 10 ها غیر نظامی مورد حمله هدفمند قرار گرفتند. انفجار هم پس از انفجار. اما چه کسانی پشت پرده این کشتار هستند؟ کسی جوابی ندارد یا نمیدهد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. برای بحث بیشتر در این مورد تابش فروغ با ما هست، تحلیلگر مسائل افغانستان از نیویورک به ما پیوسته. آقای فروغ، هدف هایی که داریم میبینیم در این حملات تکرار شده در طول چند هفته گذشته بارها بارها و هدفش معمولاً یا در طول این چند هفته کارمندان رسانه های مختلف بوده. چرا این اتفاق داره میفته؟ من فکر میکنم که تروریست ها و طالب ها و سایر گروه هایی که با سلامت و صلح مردم افغانستان مشکل دارن یک هدف دنبال میکنند. اون هدفی است که یک جامعه چند صدایی متکثر از لحاظ سیاسی و جامعه‌ای که در اوج خرد انتقادی و صداهای آزاد وجود داره مانع برگشت طالبان و مانع برگشت مطلق العنانی در افغانستان میشه. از این بابت سرکوبی صداها در واقع جاده را برای برگشت طالبان، جاده را برای برگشت سیاهی و تاریکی و دگماندیشی و خفقان سیاسی هموار میکنه. از این بابت من فکر میکنم که تمام کسانی که صاحب صداهای مستقل هستن جز اهداف این گروه های تروریستی قرار دارن و متاسفانه هر روز ما شاهد یکی از همکاران ما، یکی از همپیمانان و همفکران ما در افغانستان هستیم که متاسفانه جان خودشان را در این زنجیره بی پایان از خشونت از دست میدن. و دولت هم به نظر میرسه که از تامین امنیت کاملا عاجزه. من فکر میکنم مشکل دولت در چند سطح وجود داره. سطح اول فساد سیاسی و رهبری آقای اشرف غنی و شرکایش در برهم زدن سلسله مراتب اداری و حکومتداری در افغانستان است. شما در کابل و در بسیار از ولایات عملا نمیدانید که صاحب صلاحیت امور امنیتی در کشور کی است، چه نهادی در برابر این همه جنایت پاسخگو است. من فکر میکنم که تمام دولت تبدیل شده به دستگاه سرشماری نفوس مردگان افغانستان. به جای پاسبانی از جان و مال مردم افغانستان، حکومت تبدیل شده به کسانی که مراسم تدفین و تکفین و بعد اعلام جنازه ها را اعلان میکنن. از این بابت بسیار نگران کننده است و باور من است که برون رفت از این وضعیت با حضور چهره های کنونی در سکتور امنیتی، در سکتور سیاسی و همه مهمتر در رأس حکومت افغانستان با ذهن توطئه‌گر و بیماری که متاسفانه یک تعداد از این رهبران دارند امکان نداره. افغان ها متاسفانه درگیر یک هم میان در واقع میان دو سنگ آسیا، اصطلاحی که ما در کابل برش به کار میبریم، گیر ماندن. یک سنگ طالبانیزم، ترور و وحشت است. سنگ دیگه متاسفانه حکومت ناکاره و فاسد است که هیچ نوع مسئولیت شهروندی را حاضر نیست بپذیره و بس به جای پاسخدهی کوشش میکنن که فرافگنی بکنن، برنامه های راه بیندازن که از هان عمومی را مصروف یک وضعیت متفاوت بکنن و از این بابت ما درگیر یک درماندگی تاریخی در یک مقطع از زندگی انسان افغانستان. این تئوری که برخی مطرح کردن که عملا طالبان این کار رو میکنه تا نشون بده که دولت ناکارآمد هست و ایجاد نارضایتی بین مردم بکنه، این چقدر منطقی به نظر میرسه؟ ما فکر میکنم منطق بسیار مستحکم و مستدل داره. شما توجه میکنین که منطق تروریسم است که توده های مردم را در برابر حکومت ناراض بکنن و در واقع با خلایی که از نارضایتی میان مردم و شهروند به میان میایه استفاده بهینه را ببرن. طالب ها در تفاهمی که با آقای خلیلزاد و آمریکایی ها داشتن از حملات تروریستی بر شهرهای بزرگ به خصوص حملات انتحاری دست کشیدن، ولی عین اهداف را، عین ارعاب و تهدیدی را که به شهروندان حملات تروریستی ایجاد میکرد، عین تهدید را متاسفانه ترورهای هدفمند تامین میکنه. بناهن طالب به هدفش که سرکوب و ارعاب شهروندان و توده هاست و در واقع بالا بردن نارضایتی نسبت به حکومت هست،
از طریق ترورهای هدفمند میرسه و ما تردید ندارم که حلقات از طالبها به شمول سایر گروه‌های تروریستی و سندیکای از مجرمین مواد مخدر و شبکه‌های جرمی در شکل دهی، سازماندهی و اجرای حملات نقش دارند. ممنونم از شما تابش فروغ، تحلیلگر مسائل افغانستان با ما از نیویورک. سهیلا گلستانی 2 سال پیش برای آواز خواندن در جشنواره نوروزی تورنتو به کانادا رفت و به توصیه وکیلش دیگه به ایران برنگشت. او دکترای علوم آزمایشگاهی داره و در ایران هم در همین رشته فعالیت میکرده. خانم گلستانی در کنار کارش خوانندگی رو به طور حرفه‌ای دنبال کرده و سالها تلاش کرد مجوز خواندن در ایران بگیره اما موفق نشد. او در گفتگویی با بی بی سی از تلاش‌ها و چالش‌های پیش رویش و دلیل ماندنش در کانادا گفت. من از زمانی که هنوز مدرسه نمی‌رفتم و سواد خوندن نوشتن نداشتم عاشق این بودم که ترانه بخونم و می‌خوندم و صدای خودم رو روی نوار کاست ضبط می‌کردم. دفتر شعر من است و سبد خاطرهام. بعد از اون بزرگتر که شدم سولفژ و پیانو رو یاد گرفتم، بعد به کلاس استاد عزیزم استاد هنگامه اخوان راه پیدا کردم و ردیف آوازی رو پیش ایشون یاد گرفتم. 11 سال در ایران تدریس آواز ایرانی داشتم، برای خانم‌ها البته. سعی کردم با آهنگسازهای مطرح ایرانی کار بکنم، کار برای صدای من ساخته شد، تنظیم شد و در اون زمان فکر میکنم 8 سال پیش در فضای فیسبوک برای اولین بار منتشر شد، چون هنوز اینستاگرام به این صورت بین مردم رایج نبود. بیا که عطر خاطر تو به سبز رنگ گل کشیده، به سبز رنگ گل کشیده، به سبز رنگ گل کشیده. یکم فقط حرفه‌ای تر این کار رو دنبال کردم، در این حال که خب درس دانشگاهیم رو خوندم، کار کردم. من در ایران خب همسر بودم، مادر بودم و هستم و همه این مسئولیت ها با موسیقی با هم برای من بوده توی این سالها و خیلی دنبال این بودم که اولین مجوز اجرامو بتونم بگیرم در ایران، اولین کنسرتمو داشته باشم برای مردم داخل ایران، ولی موفق نشدم. من میدونستم که به عنوان سولیست نمیتونم بخونم چون قوانین و محدودیت‌های این اجازه رو به من نمیداد، ولی فکر کردم چه کار کنم. با یک آقای خواننده و رهبر ارکستری که پیش بینی کرده بودیم با هم رفتیم ارشاد و گفتم که من میخوام همخوانی بکنم با این آقا و جواب این بود که تو نمیتونی همخوانی بکنی باش، به خاطر اینکه خیلی مفردم صحبت میکردم. کلن میتونین 3 خانم و 3 آقا بشین تا بتونین اجرا بکنین، که خیلی به نظر ما 3 نفر خیلی غیر عادی بود این صحبت. بعد از اون من راضی شدم حتی برای بانوان فقط اجرا بکنم، ولی حتی اجازه نداشتم که اینو بنویسم، یعنی درخواست من هیچ وقت توی اون اداره حتی ثبت نشد. شرایطی رو پیش پام میذاشتن که برای من قابل قبول نبود برای اینکه بخوام اجرای بانوان بکنم به این شرط، ولی در مورد سوالاتی که از من میشد موقعی که منو میخواستن و احضاریه میفرستادن، خب سوالا خیلی مختلف بود دیگه، مثلا اینکه چرا برای فردوسی خوندی؟ دوباره دل به صد بهانه بناند از غم زمانه، دوباره دل کند هوای من. مارچ 2019 اومدم به کشور کانادا، زمانی که کاملا ناامید شده بودم از اینکه بتونم مجوزی برای کنسرت در ایران بگیرم، یعنی دیگه کاملا و 100% میدونستم که به خاطر حالا هر شرایطی که بود و محدودیت هایی که بود نمیتونم این کار رو انجام بدم. اینه که دعوت
جشنواره نوروزی کانادا رو پذیرفتم، اومدم به تورنتو و اولین کنسرتم رو در شهر تورنتو داشتم. بعد از اون هم در تیرگان و فستیوال مهرگان. در کانادا کنسرت اجرا می کردم قبل از کووید. الان درس میدم به صورت آنلاین. درس دادن همیشه بخشی از کار من بوده، ولی خوشحالم که به نسل دومی که اینجا به دنیا اومدن، بچه‌هایی که اینجا به دنیا اومدن و حتی خوندن نوشتن فارسی نمیدونن، بهشون در مورد موسیقی ایرانی، فرهنگ ایرانی، زبان فارسی، شعر فارسی آموزش بدم. این قسمتی از وجود منه که واقعا دوست دارم وقتمو برای این موضوع بذارم. در واقع من به توصیه وکیلم برنگشتم ایران و بلیتم رو اول جابجا کردم و بعد دیگه کلن کنسل کردم به ایران. پیشبینی خوبی نداشتن از موضوع، ولی این مسئله که محدودیت ها همیشه به نظر من وجود دارن، همیشه محدودیت ما داشتیم، ولی اینکه محدودیت ها بتونن سقف آرزوهامون رو بیارن پایین و از اون چیزی که براش آفریده شدیم یا آرزوشو داریم ما رو دور بکنه، من اونو نمیتونستم بپذیرم. همه شب ها بی تو چو مرغ غم زده خاموشم، غم دوران با می و مستی کرده هم آغوشم. صدای خوبم مثل پریرویی که تاب مستوری نداره نمیتونه توی سینه همیشه بمونه و بیرون نیاد. ممنون که در این 60 دقیقه همراه ما بودید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهی شما.